دوستان و همراهان نازنین ما، سلام. ما و فاطمه جان به شما، امیدواریم که حال همه تان خوب باشه و لحظات شاد و خوش را سپری کنید کنار عزیزانتان. دوستان نازنین، در ویدیوی قبلی اکثریت شما بر ما کامنت داده بودین که همین خانه تان به ما نشان بکنید. خانه کیره؟ فاطمه آوریز. خانه فاطمه آوریز آره. دیگه چندین کامنت اومده بود برای من. بله دوستای عزیز، چندین کامنت به ما مانده بودین که امی خانه تان بر ما نشان بدین. ما تصمیم گرفتیم که در این برنامه امی آشیانه ساده و کوچک رضا و فاطمه رو بر شما نشان بدیم. آره دوستای عزیز، ما بسیار یک خانه ساده داریم در یک گوشه کابل که حالی بر شما نشان میدیم که چند اتاق داره، چقدر تجهیزات داریم ما و چه رقم درون این خانه ساده ما زندگی میکنیم. درسته؟ خب پس با ما باشین دوستای عزیز، بریم ببینیم. خب فاطمه جان، این سالونه؟ بله اینجا سالونه خانه ما هستم. خورد است ولی کفایت ما رو میکنه. اینجا را ما به سلیقه خود ما، یعنی ما و رضا جان سلیقه های مخلوط میکس اینو تزیین کردیم. دادم تا خود سال میبینیم. خب اون طرف آشپزخانه است نه؟ بله اینجا آشپزخانه است. خب دوستان عزیز، میبینیم که آشپزخانه ما بسیار ساده است، یعنی خیلی زیاد دیگه. یک گلدان ساده، یک چاینک ساده، یک زردانی ساده، یک خانم قشنگ، یک یخچال و جامکاز و ماشین جوس. آره دیگه دوستان عزیز، اینمی امکانات است دیگه. امکانات ما در افغانستان است. و گلا سلقه کس خانمی؟ گلا اکثرتش سلقه رضا جان است، چون که در منطقه کلام شده به خاطر علاقه شدید هم به گلا داره، همین که مهارت داره. یعنی هر کس در منطقه کلان شد دیگه گلباز است؟ شاید اکثریت شانه ایتری باشه، نمیفهم، ولی رضا این رقمی هستم. آره دوستای عزیز، واقعیت هم همی است که ما گل بسیار زیاد دوست دارم. یعنی در خانه ما اگر بیاییم 100% شما با چی رو برو میشین؟ با گلدان. گل و گلدان حتما. خب دوستای عزیز، اینجا سالن ما که هست، ما اینجا اکثرا اینجا هستیم میباشیم و همیسی وقت غذا که میباشن اینجا صرف میکنیم، یا یکان مهمان میداشته باشیم، چای، قهوه یا یکان چیز دیگه، همینجا هم به اونا میباشیم. و این سالون ما که هست یک کاوچ و میز کم دارم، البته در آینده های نزدیک تصمیم داریم که همینجا را با کاوچ و میز تصمیم کنیم. خب یک کاوچ کم داریم، یک میز غذا خوری، درسته؟ خب خدا توفیق بده با ما که برم جور کنیم. خب دوستای عزیز، اینی اتاق که هستن اتاقی عروس داماده که البته در افغانستان اتاق عروس معروف بگم سر از نه خاطر جان. اینی اتاق کار ماست و او هم اتاقی که بیشتر اونجا میریم نماز میخوانیم میشینیم گاه وقتا. خب اول میریم اتاق کار ما، بعد میریم اتاق عروس داماده. میبینیم که فاطمه جان چی رقم دیکور کرده، سلقش چطوره، چی رنگ توشک انتخاب کرده، چی رنگ پرده انتخاب کرده. خب میریم اول اتاق کار میریم، بعد دیگه اتاق رو معرفی میکنیم. یعنی این که اصلا اتاق کار ماست. بله ما اکثرا اینم اینجا میشینم کار میکنم، فیلم های ما رو اینم اینجا ادیت میکنم. ما البته دوستای عزیز یک نویسنده که نه، یک با گفته اون محلی های ما نیمچه نویسنده هستم و کتابی که زیر نظر دارم می نویسم. اینم اینجا می نویسم. دیگه گفتم فیلم های ما رو ادیت میکنیم. البته این اتاق برای من خیلی کوتاه و آرام است.
و گاهی وقتا هم موزیک بسیار بلند میشنم اینجا. یکان شوق میکنه رقص هم میکنیم دوستای عزیز. و اینجا که هست اتاق عروس و داماد است، وسایلش البته با سلیقه هر دو تای ما شده، ولی بیشترش با سلیقه ما، ولی رضا جان تایید کرده اینا را. دیگه همونطور که میبینین پردای ما هستن با رنگ آبی که تلاش کردم که یک رنگ شد بیشتر رنگش آبی باشه، البته با رنگ آبی نیلی اینا مخلوط است هم رای سفید. دیگه توشک داریم اینجا، بالشت و فرش و همچنان گل. دیگه این تابلوی مقبوله داریم. خب دوستای عزیز، این خانه عروس داماد بود که خانه عروس گفته میشه و این چیز به ما رب ندارد چون سنقه آج خانوم بودید. هر چیزی که هسته انتخابی بوده و پشترم من گفتم که یک تایید ما کرد و خلاص. امیدوارم که شما دوستان پسندیده باشید. آره. دوستای عزیز، این اتاق هم که میریم اتاق هست که معمولا ما اینجا نماز میخونیم. بله دوست عزیز، این اتاق نماز ماست، معمولا ما اینجا نماز خود رو میخوانیم و اگر مهمان هم میاید اینجا نماز میخوانه و شما میفهمید که عبادت با خداوند یک جای آرام نیاز داره و اینجا اتاق آرام ماست. واقعا از کل اتاق ها کده اینجا خیلی آرام. دوست عزیز، میمان خانه ما میمانه که میمان خانه در منزل طبقه اول است. نزواهید ما جداست ولی مربوط ما میشه. مهمان می داشته باشیم اینجا میاریم شانم، یا بعضی برنامه ها مثل تولد داریم یا روز مادر داریم یا کدام روز خاص داریم در اینجا برگزار میکنم. و آره دوست عزیز، یعنی مهمان خانه ما بود همون رقم که فاطمه جان گفت. ما معمولاً برنامه هایی که از ده نفر بیشتر باشه اینجا میگیریم یا کدام مناسبت میشه و امیدوارم که از میمانخانه ما و در کل از خانه و سلقه ما خوشتان آمده باشه. دوستای عزیز، یک چیز براتون بگویم، اگر از خارج میایین یا از یک دیگه ولایت ها میایین خود در کابل اصلا تنها احساس نکنین. ما و فاطمه جان همیشه میزبانتان هستیم و اینمی خانه همیشه در خدمتتان است از یک روز تا هر چندی که بخواید. و فاطمه جان تو چیز گفتنی داری؟ بله دوستای عزیز، ما و رضا جان دایم در خدمتتون هستیم. بله دوستای عزیز، هر وقت که اومدین دیگه احساس بیگانگی نکنین و ضمناً ما شما را دوست داریم.